شاپور یا پوری، ملقب به نابغه بزرگ، پسر دایجان سرهنگ، تنها فرد خانواده ما بود که لیسانسیه شد. دایجان سرهنگ از اون دسته آدمهایی بود که دوست دارند به هر مناسبتی مهمانی بدن. دایجان سرهنگ در واقع سرهنگ نبود، سرگرد بود که آن موقعها یاور میگفتن. به سلامتی. به سلامتی شما و پوری و خانوم. به نظر من پوری بچه باهوشی نبود، فقط مثل خر درس میخوند. درس ها رو بدون انداختن یک واف حفظ میکرد و نمره میگرفت. تا سن 18 سالگی مادرش دستشو میگرفت و از خیابون عبورش میداد. سلام خانم، شما عزیزم ندیدی؟ ای شیطون، نکنه سرشو زیر آب کردی؟ شب خوبیه، نه؟ همچین شبایی من خیلی خوبم، همه فامیلو میشدی، مخصوصا بندر. بره بیمزه. آقای دوست‌علی خان با خانواده ما نسبت دوری داشت و چشماش بین زنها به ناپاکی معروف بود. هیچ کس بهتر از شازده استولو میرزا که جای او در مهمانی خالی بود از پس او بر نمی اومد. زنش خانم عزیز سلطنه از بستگان نزدیک ما بود. خانم عزیز سلطنه پیش از دوست‌علی خان شوهر دیگری داشت که گویا مفقود الاثر شده بود. شاید به هوای ثروت قمر بود که آقای دوست‌علی خان زندگی در کنار خانم عزیز سلطنه رو تحمل کرد. عزیز خانم از شوهر مرحومش یک دختر چاق خل پرخور به ارث برده بود به اسم قمر که هنوز به سن قانونی نرسیده بود. میگم چطوره یه خود سر به سر دکتر ناصرالحکما بذاریم، حالشو بگیریم. اون عاشقه تو خودش. شازده شمس‌علی میرزا برادر بزرگ اسدالله میرزا مستنطق عدلیه بود و تا دو سال پیش که ظاهراً به دلیل نامعلومی منتظر خدمت شد رئیس عدلیه همدان. او به دلیل شغلش محاکمه و استنتاق رو کلید حل تمام مشکلات دنیا می‌دونست. فرخ لقا خانم زن بدیمن ترشیده‌ای بود که روزگاری قرار بود زن آقای دوست‌علی خان بشه. بیچاره هر وقت از دری تو می‌آمد یک خبر شوم وارد اون خونه میشد. آقا، آقا تشریف آوردم. سلام خان داداش، بزرگواری فرمودین. لطف کردین. متشکرم. تو چطوری پوری؟ سلام. سلام. تبریک میگم بهت بابا. بارک الله. به بچه دختری، الهی تصدقت بشم، قربون شکل ماهت برم دختر جون. چه عروسی میشه، خیلی خدمت خانه داشت. بری چرا اینجا بایستدی؟ منتظرت، چرا دیر کرد؟ بله بیا. من میخوام برات یه چهار و دو قشنگ بیارم. آها چهار و دو. بسی که باید خونتون رو ببندیم. بله رسمش اینجوری. تو را با نبرد دلیران چه کار؟ بریز آقا. حالا شما توجه کنیم تاسو چجوری دستشون میگیرم. بریز آقا، بری. تو باید بیای پیش من تاس ریختن یاد بگیری. من اول باید به شما یاد بدم که تاسو چجوری دستتون بگیرم. ببینین پنج و سه. پنج و دو بابا، پنج و سه بود. خودتون بمیگید پنج و سه. پنج و سه بود بابا. چرا زدن نداشتیم؟ چرا جمع کردی تا پنج و دو بود؟ نه بابا جون، چی رو پنج و دو بود؟ پنج و سه بود. پنج و دو بود. پنج و دو بود. والا به خدا پنج و سه بود. من که نمیم کلک بزنم که خود تو خواستی کلک نمیم نشده. این دیگه پنج و سه بود. این هم یه پنج سه دیگه که حق به حق دار برسه. آقا جان شما بگو پنج دو بود یا پنج سه؟ آقا شما که شاهد هستین، پنج دو بود یا پنج سه؟ والا چه عرض کنم، اگه وجدان داری اگه درست اشتباه نکرده باشم پنج و دو بود. پنج و دو بود. بفرمایی درد کنه که ارزا کردم. برو بابا لیلی جون، پاشو برو یه چند تا گردو برای بابا جون بیار بازی کنن. ایشون تاس نمیدن. یعنی تاس اگر نیچ نشیند همه کس در را داشت. بازی برن نمیدن. بعد باز افتادم به جون عزیزیم. اگه مجبوری بنده من طرف کنید. آمین آمین. Come on.
اصلالله برا ترسونی گفتم حتما بازم یادت میره بیاریش واسه خواستم جای تفنگ یه دختر خیلی خوشگل براتون بیارم خواهم داشت یه نگاهی بهش بندازید آخه دختر ببینم کور شده خوشگل باز تو همینجوری سرزده حال خوردی تو خونه مردم خانوم عیس سلطنه عزیز خودم دوست علی خره کجاست بذار خوش بیمزه بعدن بهت میگم بیمزه شما گل پروانه رو بخورم جمع آدم خوکی سلام بیمزه مرد به این ماجی لیلی چه خانمش رو بگم گلوله چش نباشه یه وقت پای من میترسم تو رو خوده با آقا بگی ما تو پایین بازی نکنم نترسین خانم فرخ لقا ما با تفنگ بزرگ شدیم شازده اسدالله میرزا برادر کوچک شمس‌علی میرزا و عضو وزارت امور خارجه تازه از مأموریت قفقاز برگشته بود برای شازده هیچ چیز دنیا جدی نبود حتی نگاه نفرت آور شوهرها وقتی که سر به سر خانوماشون میذاشت دیگه چطور عزیزم تو بخور تو بخور تو چرا تو مجلس عیشم لباس اعضا پوشیدی فرخ لقا به تو چی روز به روز بدتر شکل جغد میشه دوست داری تو این زن بدبخت رو تا آخر عمر سیاه‌پوش کردی یه سان فرانسیسکو باش برو برادر آقا جان از خانواده ممالک ها و سلطنت ها نبود او یک داروساز مجاز بود که مشتری های دواخانه به او دکتر میگفت دایی جان ناپلون ازدواج خواهرش رو با یک بازاری غیر اشرافی بزرگترین فاجعه تاریخ میدونست البته این خیلی مهم نبود علت واقعی اختلاف بین این دو نفر ناپلون بناپارت امپراتور فرانسه آقا جان برعکس نظر دایی جان ناپلون رو فقط ماجراجوی میدونست که اروپا رو به خاک و خون کشیده بود تو چرا اینقدر میخوری دختر مریض میشی ها عزیز خانم مواظب این دختره باشین بابا اسدالله سوغات خوبی برات آورده داداش من عین این تفنگو خودم داشتم یادم میاد یه دفعه توی بحبوهه جنگ ممسنی بود نخیر آقا نخیر جنگ کازرون بود بله میگم توی جنگ ممسنی بود چرا مزخرف میگی؟ والا آقا دروغ چرا تا ما خاطر ما میاد جنگ کازرون مرد حسابی یه روز توی بحبوهه جنگ ممسنی بود ما تو جنگ وسط یه دره گیر افتاده بودیم دو طرف کوه و اطرافش رو دزدای مسلح گرفته بودن یه دره بود به عرض 3-4 برابر این اتاق بل. که من بودم و 40-50 تفنگ با نوکرتان قاسم بله این قاسمم به اصطلاح اون روزیا مستر من بود عرض نکردیم آقا جنگ کازرون بود جنگ ممسنی بود من بودم و 40-50 تفنگی حالا این تفنگی ها چه وضع مفلوکی داشتن بمونه به قول ناپلئون یک سردار با 100 سرباز سیر بهتر میتونه به جنگ تا با 1000 سرباز گرسنه درست در حالی که محاصره شده بودیم یک مرتبه وارون گلوله شروع شد تا 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 من اولین کاری که کردم خودم از اسب انداختم پایین بعدش دست انداختم کمر نمیدونم کی بود مثل این که قاسم بود یا یکی دیگه گرفتم کشیدم پایین خود ما بودیم آقا اگه جسارت نباشه عرض میکنیم جنگ کازرون بود حالا هر جهنمی بود میذاری حرفمو بزنم یا نه خیلی خوب آقا ما اصلا هیچی نیفهمیم ما اصلا لال شدیم این ابلهو که کاشکی دستم شکسته بود و نجاتش نمیدادم از اسب کشیدم پایین حالا وضع چیه خدا میدونه چند نفر از افراد من تیر خورده بودن به بقیه دستور دادم برن پشت تخت سنگا موضع بگیرن از طرز حمله و تیراندازی دشمن بلافاصله فهمیدم که با دار و دسته خداداد خان یاقی طرف هستم
همون خداداد خان یاغی معروف نوکر قدیمی انگلیسا. عرضه کردیم آقا جنگ کازرون بود. خفه شو. گفتم باید به هر ترتیبی کلک خداداد خانو بچنم. این اشرار تا وقتی رئیسشون زنده است جسور هم. همچی که رئیسشون کشته شد فرار میکنه. سینمال خودمو رسوندم تا اون نوک کوه اون بالا. کلا پوستی سرم بود. نه کلا رو از سرم برداشتم زدم سر سرنیزه و تفنگ رو بردم بالا. عرض نکردیم آقا، تو جنگ ممسنی شما کلا سرتان نبود. تو جنگ کازرون که سوار از جولان میدادین کلا پوستتون رو گم کردین. نه یعنی تیر خورد. جنگ ممسنی شما اصلا کلا پوستی نداشتین. مثل این که حق با قاسمه. بفرمو. اصلا همون جنگ کازرون بود. یعنی اوایل جنگ کازرون بود. بله بفرمایید. من فقط این فکر تو کلم بود که خداداد خانو بزنم. همچی که کلا پوستو زدم سر سرنیزه و تفنگو بردم بالا، خداداد خان که تیرانداز تراز اول بود سرشو از پشت تخت سنگا آورد بالا. حالا منم و مولای متقیانو یاد کردم و نفسم حبس شد. دنبال پیشونی خداداد خان میگشتم. یه دفعه صورتشو از دور دیده بودم. چشما مثل کاسه خون، ابروهای پهن، وسط دوتا ابروشو نشونه گرفتم و گونه. خفشو. مردی که بی اصل و نسب سر ناکسان را برافراشتن، وزیرشون امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جیب اندرون مار پروردن است. قاسم خانداداش خیلی خانداداش شما اشتباه میکنید. خانداداش خواهش میکنم برگردید. تو اتفاقا شده خواهش میکنم برگردید. شما چرا ناراحت شدید؟ خانداداش خواهش میکنم برگردید. چی شده؟ چه خبره ها؟ بریم خونه. بریم مردی که بایی ناپل آن بریم. چی شده؟ بگو برو برش نمیزنم. به من تو هم میزنی یا باشتر بیادن گذشت داشته باشه. آخه چی شده؟ خانم ها آقای خواهش میکنم چیز مهمی نیست. تو تفاهم شد. خانم ها و آقایون، حالا هر کی بود راستشو بگه. کی بود وسط صحبت آقا تیر در کرد؟